به نام خداوند بخشاینده و یکتا، سلام، وقتتون بخیر. با برنامه پایان ناباروری از شبکه چهار سیما میهمان خانه های شما هستیم. از هفته گذشته در برنامه‌مون یک موضوعی شروع شد و اون هم ارتباط مشکلات و بیماری های ژنتیک و مسئله ناباروری بود. اینکه مشکلات و بیماری های ژنتیک خیلی وقتها میتونه باعث ناباروری بشه، خیلی وقتها میتونه باعث سخت مکرر بشه و یا خدای نکرده تولد یک نوزاد معلول. اما اینجا یک مشکلی وجود داره و اون این هست که خیلی از بیماری ها و مشکلات ژنتیک از نسل های قبل به ما به ارث میرسه و متاسفانه درمان نمود ظاهری نداره. یعنی ممکنه که یک فرد از نظر ظاهری سالم باشه اما مشکلات ژنتیکی رو با خودش داشته باشه و این نگرانی همیشه هست و این سوال رو خیلی از افراد از خودشون میپرسن که از کجا بدونن که حتما میتونن دارای یک فرزند سالمی بشن یا اگر مشکل ناباروری دارن از کجا متوجه بشن که این مسئله ممکن هست که ارثی باشه یا مربوط به مشکلات ژنتیک. ما در برنامه پایان ناباروری راجع به موضوعات و مسائل مختلفی صحبت کردیم. امروز سعی می‌کنیم که به این سوالات و صدها سوالی که از طریق پیامک 3044 به دست ما رسیده پاسخ بدیم. اگر شما هم از برنامه پایان ناباروری سوالی دارید حتما میتونید از طریق این پیامک با ما در میون بگذارید. برنامه پایان ناباروری سعی می‌کنه به سوالات شما پاسخ بده. خانم دکتر، من و همسرم 6 سال ازدواج کردیم و حالا تو این 6 سال قصد بچه دار شدن نداشتیم، ولی الان که قصد داریم برای بچه دار شدن، این نگرانی رو من دارم چون یه مشکلی که ما توی خانواده خودم داریم و خواهر کوچیکم دچار مشکل ناشنوایی هست. از همون زمان که به دنیا اومد این مشکل رو داشت، هرچند که حالا از نظر IQ اینها مشکلی نداره و تحصیلاتش رو انجام داده، ولی خب من نگرانم که مبادا این مشکل به فرزندم منتقل بشه و میخوام ببینم که این مشکل ارثی هست یا نه. من برای اینکه بتونم شما رو در مورد این مشکلی که دارید راهنمایی کنم، لازمه که یه سری اطلاعات کامل و دقیقی رو در رابطه با خانواده به من بدید. خب ازدواج خودتون فرمودین فامیلیه یا غریبه است؟ فامیلیه. بله، نسبتتون به چه صورته؟ پسر دایی و دخترم. بله، پسر دایی و دخترم. بله، بعد پدر مادر شما خانم با هم دیگه نسبت فامیلی داشتن یا اینکه غریبه ازدواج کردن؟ بله، فامیل بودن. بله، پسر خاله و دختر خاله. بله. شما خودتون فرزند چندم خانواده هستین؟ اول. فرزند اول خانواده. بعد از شما چند فرزند دیگه در خانواده هست؟ دوتا. جنسیت ها رو لطفانی بفرمایین. یه دختر یه پسر. بله. فرد مبتلای خانواده فرمودین که خواهرتونه. خواهرتون چند سالشونه؟ 18 سالش. بله، این خواهر. بیمارانی که برای مشاوره ژنتیک مراجعه می‌کنند، ممکنه زوجی ناباربر باشن که بنا به نظر متخصص زنان و یا مردان، ناباروری اونها مرتبط با مشکلات ژنتیکی تشخیص داده شده یا به علت شکست مکرر در درمان ناباروری، سقط مکرر و سابقه تولد نوزاد ناهنجار، در جستجوی راه حل به مشاور ژنتیک مراجعه می کنند. در مشاوره ژنتیک، پزشک با پرسیدن سوالهایی درباره سابقه بیماری ها و معلولیت ها در خانواده زوج، شجره نامه ژنتیکی اونها رو رسم می کنه. بر اساس اون چه در شجره نامه ثبت می شه، امکان ارثی بودن بیماری هایی که در خانواده فرد یا خود وی وجود داره، بررسی میشه. شجره نامه سابقه ترسیم شده ازدواج ها و تولد ها، بیماری ها و حالات و صفات خاص در یک خانواده در چند نسل متوالیه. در شجره نامه صفات غیر طبیعی، ناهنجاری های ژنی و بیماری ها ثبت میشه. اگر تو این مرحله مشکل زوج مرتبط به ژنتیک تشخیص داده بشه، انجام آزمایش ژنتیک به خانواده پیشنهاد میشه. نوع آزمایش درخواستی بسته به علائم و یافته‌های شجره‌نامه متفاوته. در صورتی که مشاور به بیماری‌های کروموزومی مشکوک باشه، آزمایش سیتوژنتیک، و در صورتی که به بیماری‌های تک ژنی مشکوک باشه، آزمایش مولکولی انجام میشه.
خب این یک مقدمه بود برای موضوعی که در این هفته در برنامه پایان ناباروری می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. قبل از اینکه من مهمان رو خدمتتون معرفی کنم و بریم سراغ موضوع این هفته، اجازه بدید که من سوال نظرسنجی رو خدمتتون بخونم. این هفته از شما سوال کردیم روش‌های لقاح خارج رحمی یا همون IVF برای کدام یک از این موارد کاربرد داره؟ گزینه یک درمان ناباروری، گزینه دو کمک به پیشگیری از معلولیت و تولد نوزاد سالم و گزینه سه هم هر دو مورد. این در واقع پیام‌های صحیح خودتون رو میتونید با همون پیامک 3044 برای ما ارسال بفرمایید. نامتون رو و جایی که حالا در واقع سکونت دارید رو هم حتما فراموش نکنید که بفرستید. از طرف مرکز درمان ناباروری ابن سینا هر هفته به 6 نفر به قید قرعه نفر 1,000,000 ریال جایزه نقدی تعلق میگیره. اما میهمان این هفته برنامه جناب آقای دکتر سعید رضا غفاری هستند، متخصص ژنتیک پزشکی و مسئول کلینیک سلامت مادر جنین و نوزاد در مرکز درمان ناباروری ابن سینا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان عزیز و تشکر از شما و همکاران محترم. خواهش میکنم. آقای دکتر، هفته گذشته که شما این بحث مشکلات ژنتیکی رو سوال کردید، واقعا سوالات زیادی به دست ما رسید. البته همکارم آقای دکتر نظری با آقای دکتر غفاری گفتگو کردن، اما یکی از سوالات عمده و مهم این بود که واقعا مشاوره ژنتیک چجوری میتونه کمک بکنه به درمان ناباروری؟ به نظرم این میان برنامه که نشون دادید، یا شروع برنامه حالا بهتر بگیم، خیلی خوب تهیه شده بود و یک عناوین رو واقعا مطرح کرد. بحث ژنتیک و ناباروری اگر یک مقدار کاملتر توضیح بدیم، مطمئناً خانواده ها دوست دارن علاوه بر اینکه نابارور نباشن، ضمناً بچه سالم داشته باشن. اگر این دوتا رو ترکیب کنیم، واقعا ژنتیک به هر دوتای اینا رابط مربوط هست و ژنتیک نمیتونه بیواسطه مربوط باشه مگر اینکه از یک طریقی که همون میشه طریقه مشاوره ژنتیک خودش رو به این دوتا بحث مرتبط کنه. یعنی ما هیچ روش ثابت قابل تکرار برای همه نداریم، یعنی یک فرمول آماده نیست که ما این رو آماده نگه داریم و برای همه زوجایی که مشکل ناباروری دارن یا همه زوجایی که نگران از معلولیت هستن این رو ما به کار ببریم. بنابراین این مسئله پیچیده است که واقعا حالا نیاز به بررسی‌های تک تک و فردی داره. ببینید، هیچ ژنتیک واقعا یک علم خیلی پیچیده ای هست. انسان هم یک ارگانیسم یا یک موجود زنده خیلی پیچیده است، ولی آدم‌ها، انسان‌ها، ماها، خواهرها، برادرها، پدرها، مادرها، اینها افراد عادی هستن، دارن زندگیشون رو انجام میدن، مطمئناً آشنا نیستن به این مفاهیم پیچیده ژنتیک. بله. اونها زندگیشون رو میکنن و بچه و فرزند سالمشون رو میخوان. در این میان یک فردی لازم هست که این ارتباط رو برقرار کنه، یعنی اون مشکلی که وجود داره برای خانواده یا اون سوالی که وجود داره برای خانواده که یک بچه میخواد و ضمناً بچه سالم میخواد و از طرفی این مفاهیم پیچیده هستن، این رو به زبان ساده، به زبان روشن و به زبان مفید و مؤثر برای خانواده توضیح بده. هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه یک ارتباطی وجود داشته باشه و این ارتباط و این رابطه یک فردی هست که هم زبان مردم باید بدونه، هم زبان ژنتیک رو، یعنی در حقیقت هم اصول پایه‌ای علم زیست شناسی رو بدونه، هم اصول و مفاهیم پزشکی رو بدونه. بله. و هم اینی که بتونه این مفاهیم رو به زبان مؤثر و مفید به خانواده توضیح بده. ترکیب این دوتا میشه مشاوره ژنتیک. حالا این چه جوری ارتباط برقرار میکنه با مسئله در ناباروری؟ دقیقاً در هفته گذشته ما توضیح دادیم که ژنتیک با دو مکانیزم، با دو روش مرتبط میشه. یک جایی مستقیما در باروری افراد تاثیر میگذاره، یعنی زمانی که یک کروموزوم ایکس برای مثال در یک خانمی کم میشه یا در یک آقای اضافه میشه، منجر به عدم تولید اسپرم در اون مرد و منجر به عدم تولید تخمک در اون زن میشه و منجر میشه که اینها واقعا نابارور بشن، یعنی اصلا نتونن تولید مثل بکنن. اینجاست که ژنتیک این رو تشخیص میده. بنابراین یک جایی ژنتیک ارتباطش هست با مستقیما با بحث ناباروری، ولی جایی هست که افراد اتفاقا نابارور نیستن، یعنی میتونن بچه دار بشن ولی چون که بچه‌شون سالم باشه و دقیقاً در معرض این مشکلن. ما چجوری بتونیم بفهمیم این دو تا نکته رو؟
گاهن از طریق در حقیقت ارتباط مستقیم با اون افراد، از طریق رسم اون شجرنامه که دیدید خیلی زیبا نشون داده شد، در حال رسمش بودن همکارا، اینجا همه افراد از یک خانواده در یک شجرنامه رسم میشن، همه گذشته و شواهد بیماری و حتی سلامت افراد ثبت میشه. یعنی اون چیزی که در خانوادهشون، اجدادشون، چند نسل قبل‌ترشون وجود داشته. بله. یعنی نه فقط مادر پدرشون. ببینید نکته مهم در پزشکی روزمره اینه که ما در پزشکی روزمره پزشک عادت داره مریض رو میبینه، معاینه میکنه و اگر تب داره یا بیماری داره یا علامتی داره اون رو میبینه، تشخیص میده و حالا احیاناً مداخله و درمان میکنه. ولی در ژنتیک ما علاوه بر این که خودمون هستیم، ضمناً رگه هایی از پدر، رگه که نه، نیمی رو از مادر، نیمی از پدر و باز یک چهارم نیمی رو از خواهر و برادر و رگه ای رو از عمه و عمو و دایی و پدر بزرگ و مادر بزرگ رو هم با خودمون حمل میکنیم. درسته. یعنی خواسته یا ناخواسته اونها هم در درون ما هستن. درسته. و بنابراین اگر میخواییم سلامت خودمون رو در حقیقت دقیق تر برامون بررسی کنن و اگر نگران ناباروری یا سلامت یا بیماری یا هر چیز دیگه هستیم، میبایست از اونها هم اطلاع داشته باشیم. برای همین این شجرنامه دقیقا شجرنامه رسم میشه، حداقل در سه نسل رسم میشه. یعنی در نسل ماها، در نسل پدر و مادرها، در نسل پدر بزرگ و مادر بزرگها. گاهن اگر اون فرد مشاوره گیرنده در یک نسل تولید مثل هست، در نسل بچه ها و گاهن در نسل نوه ها هم این رسم میشه و همه اینها به هم مرتبطن. بنابراین ممکنه من نوعی اون فرد مشاوره گیرنده ظاهرا سالم باشه ولی اون رگه بیماری رو در خودش داره و خودش این رو نمیدونه، مگر اینکه این اطلاعات رسم بشن و اون فرد مشاور اینها رو تحلیل کنه، آنالیز کنه اصطلاحاً، و بعد آنگاه هست که تصمیم میگیره. یه زمانی هست که به اون زوجی که در حقیقت مراجعه کردن گفته میشه که شما ژنتیک در این مشکل شما یا در سوال شما واقعا نقش مستقیم نداره. درسته. و بنابراین در همین مرحله این قطع میشه. بله. و بنابراین شما ادامه درمانتون رو برید همون پزشکی که شما رو اجازه داد. درسته. یعنی دیگه نمیایین روش‌های ژنتیک رو دقیقا بدین اون مشکلتون. اصلاً اون بحث پیچیدگی رو که مطرح کردیم همینه. ببین تست‌های ژنتیک اونقدر پیچیدن که خود به خود، یعنی یا حالا به زبان ساده بگیم سر خود، نمیشه اینها رو درخواست کرد. بله. این واسط، این وسط یک فرد آگاهی وجود داره که هم شجرنامه رو دقیق میدونه. بله. و هم ژنتیک رو دقیق میدونه. این دوتا رو به هم ربط میده. بسته. و یک آزمایش رو درخواست میکنه. با آقای دکتر برای همین مثلا خیلی‌ها میگن که من این مشکل رو نداشتم، در پدر و مادرم هم نبوده، ولی مثلا شما شجرنامه رو رسم میکنید میبینید مثلا در پدر بزرگش یا مادر بزرگش یا یکی از مثلا اقوام نزدیکترش این مشکل وجود داشته و به این فردم حالا به نوعی به ارث رسیده. درسته. دقیقا. ببینید در بسیاری از موارد، مثلا بیش از دو سوم موارد، هر صفتی که ما، اکثر بیماری‌ها به این شکل هستن، حالا گاهن استثناءاتی وجود داره، هر صفتی که در ماها وجود داره به یک شکلی از نسل قبل ما اینها رو گرفتیم یا داریم، حالا یا مستقیم و واضح و روشن یا به اون شکلی که شما فرمودید وجود داشته ولی ما خودمون اون رو مستقیم رعایت نکردیم. و در یک سوم موارد، حالا اندکی کمتر از یک سوم، گاهن یک صفتی در ماها وجود داره که خود به خود برای بار اول اصلا ظهور پیدا کرده. بله. یعنی این جدید ظاهر شده. ولی در بسیاری از موارد واقعا اگر ما شجرنامه ها رو درست رسم کنیم و خانواده هم درست اطلاعات بدن. درسته. و قبل از رفتن به مشاوره ماها اطلاعات رو از پدر و مادر و عمه و خواهر، اون بزرگترها، یعنی به یک شکلی خوب بگیریم و با خودمون به اون جلسه مشاوره ببریم، به خودمون خیلی کمک کردیم. خب اجازه بدید من قبل از اینکه این بحثمون رو ادامه بدیم اسامی برنده های هفته گذشته رو خدمتتون بخونم. خانم اعظم رحمانی از مبارکه اصفهان، فاطمه سادات زکریا از عراق، خانم سپاهان پور از نجف آباد، آقای مجید احدی از ملارد، خانم مریم نوروزی از تبریز و خانم زهرا صبحانی از تهران، اینها برنده های هفته گذشته هم بودن. هفته گذشته سوالا رو که نگاه میکردم دیدم انقدر موارد و مشکلات ژنتیکی مطرح شده که حالا شاید خیلی هاشو نتونیم در برنامه بهش پاسخ بدیم، اما همکاران و دوستانم در مرکز درمان ناباروری ابن سینا این پیام ها رو میخونن و یک کارشناسی قرار هست حالا
با بیننده ها تماس میگیره و سعی میکنه که به سوالاتشون پاسخ بده. بنابراین اگر که شما هم این هفته سوالی از ما دارید، حتما میتونید با همون پیامک 3044 اونها رو مطرح کنید. آقای دکتر غفاری، یک فردی اگر که ازدواج نکرده باشه، زن یا مرد، میتونه مثلا خودش مراجعه بکنه و متوجه بشه که حالا مشکل ژنتیکی داره یا نه؟ یعنی فرد قبل از ازدواج هم میتونه بره از مشاوره ژنتیکی استفاده کنه؟ ببینید، مطمئناً در والا فرهنگ امروز هر کسی اگر یک سوالی برای خودش مطرحه، این اجازه رو داره که دنبال پیدا کردن جواب اون سوال باشه. بنابراین پیگیر بودن برای پیدا کردن اون جواب اون سوال آزاده و همه هر کسی هر سوالی داره میتونه واقعاً وقت بگیره، به یک مشاور مراجعه کنه. ولی اگر بپرسید که واقعاً حالا اگر این به این شکل نمیخواید، میخوایم یک کلید بدیم به خانواده ها و به افراد، چون بعضی ممکنه نگران باشن که آیا مثلا در آینده میتونن یه فرزند سالمی داشته باشن یا نه. اگر که به این شکل هست، ما یه سری عناوین رو من مطرح میکنم. ببینید، پس اگر برگردیم به بحث قبلیمون، من فکر کنم جنبندیمون اینه که برای اینکه از ژنتیک بهره ببریم و اگر بیماری داریم بتونه به ما کمک کنه، به یک مشاوره نیاز هست. حتما بریم مراجعه. حالا سوال شما اینه که آیا همه لازمه برن به مشاور ژنتیک؟ من میگم اگه همه، هر کسی سوالش میتونه بره، ولی بهتره اینایی که الان توضیح میدیم اینا برن. اگر در یک خانواده واقعا سابقه تولد یک فرزند معلول وجود داره، بله، و این معلولیت حالا حتی یکی یا چند بار تکرار شده، لازم هم نیست حتما برادر یا خواهر ما باشن یا فرزندمون. اگر تو اون شجرنامه ها اون افرادی که به ما متصلن، یعنی عمه، عمو، دایی، خاله، هر کدوم از اینا میتونه در واقع که ما به یک طریق به اونا متصلیم، از طریق یکی از افراد، مثلا ما با پسر خالمون از طریق مادرمون و خالمون متصلیم و حالا به پسر دایی و پسرم و اینا به همین شکل. بنابراین اگر سابقه معلولیت در خانواده وجود داره، اگر که سابقه معلولیت در خود فرد وجود داره به یک شکلی، چه معلولیت خفیف و چه معلولیت عمده، اگر سابقه تکرار یک بیماری معمولی اما به شکل نامعمول در خانواده وجود داره، یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که کمشنوایی در یک فرد بالای 60 سال، 65 سال به یک شکلی یه چیز عادی هست. بله. همه ماها سنمون که افزایش پیدا میکنه، آروم آروم شنواییم که اندکی حالا یا بیشتر کاهش پیدا میکنه. بله. این رو حالا میشه به سن یا به کهولت یا چیز دیگه ربط داد. ولی اگر همین کمبود شنوایی رو در یک بچه سن پایین یا در یک نوجوان ما مشاهده کردیم، یه مقدار معنیدار میشه. یا اینکه سرطان رو در سنین بالا عادی تر هست، ولی اگر کانسر یا سرطان رو ما در یک فرد سن پایین در خانواده دیدیم، یا اینی که در یک جنس نامتناسب یک بیماری رو ببینیم. یعنی چی؟ مثلا یک سرطان سینه رو ما در خانم‌ها انتظار داریم ببینیم، ولی اگر در یک مرد خانواده، حتی یک نفر، یعنی ما یک مورد، یک مرد، یک پسر، یک مرد در خانواده داشتیم سرطان سینه داشت، دیگه نیازی نیست دو نفر باشن. در حالی که در سرطان سینه در خانم‌ها معمولاً با بروز یک مورد سرطان سینه در یک خانواده نمیگیم این ژنتیکی است. بله. حتما باید بیشتر از یکی باشه. ولی سرطان، همین نوع سرطان در آقایون معنیدار میشه. درسته. یا اینی که حالات غیر عادی، ببینید کلاً یک اینا کلیدهایی هستن که ما داده میشه و اون چشمک میزنه اصطلاحاً. حالات غیر عادی گفتین یعنی چی؟ یعنی هر بیماری که در واقع حالا فرم به ارث رسیدنش یه مقدار غیر عادی باشه. مثلا حالا مثال زدیم برای کم شنوایی، میتونه این برای بینایی باشه، میتونه برای ریزش مو حتی باشه. بله. مثلا فکر کنید تو یک سنینی یک سری اتفاقات عادی هست، برای یه سری چیزها همون اتفاقات در سنین غیر عادی هست. درسته. مثلا کمبود بینایی در سنین بالای 60 70 سال باز به یک طریق، یا آب مرواری در یک فرد بالای 50 سال به تدریج بالا یک پدیده فیزیولوژیک عادی هست، ولی در یک بچه 2 ساله یا در یک نوزادی که تازه شیرخواری که سن چند ماهی داره وجود در حقیقت آب مرواری، این یک چشمکی است که به ما میگه که بررسی کنید یا به اون خانواده میگه مراجعه کن. پس کیا مراجعه کنن؟ افرادی که ذکر کردیم. حالا اینها چه ربطش به ناباروری هست؟ واقعا مواردی از اینها آنقدر شدید هستند که سیستم خلقت، سیستم بیولوژیک زیست عمده در حقیقت جهانی جوری طراحی شده که اینها قادر به تولید مثل نباشند. ولی گاهن، یعنی اینقدر این معلولیت شدید هست، خود شما میدونید که
بعضی از بیماری ها و معلولیت ها علاوه بر معلولیت ذهنی یا معلولیت حرکتی که میدن در تولید مثل هم اختلال ایجاد میکنن. شاید به این دلیل بوده که اینجوری طراحی شده که اینها این بیماری خودشون رو به نسل بعد منتقل نکنن. اما در این میانه یک سری بیماری ها هستن که آنقدر شدید نیستن که تولید مثل رو مختل کنن در ظاهر. ولی اگر این تولید مثل اتفاق بیفته منجر به در حقیقت بروز معلولیت میشه. بله، به خصوص در بحث حالا ناباروری در آقایون یا افرادی که مشکل داشتن دیدم چقدر سوال شده، کسانی که حالا مشکلات ژنتیکی داشتن. حتما در طول برنامه‌مون صحبت خواهیم کرد که اصلا این مشاوره‌های ژنتیک چقدر میتونه کمک بکنه و حالا اگه یه زوجی هم تشخیص داده بشه که یک مشکلی دارن بالاخره راه حل چیه. برای انجام آزمایش ژنتیک از زوج خون گرفته میشه. نمونه خون به آزمایشگاه سیتوژنتیک ارسال میشه. در آزمایشگاه سیتوژنتیک تست کاریوتایپ یا بررسی کروموزومی بر روی نمونه مورد نظر انجام میگیره. تو آزمایشگاه سیتوژنتیک تست کاریوتایپ یا بررسی کروموزومی بر روی نمونه مورد نظر انجام میگیره. تمامی خصوصیت هایی که از پدر و مادر به فرزندان منتقل میشن مثل رنگ مو، رنگ چشم، قد، هوش و غیره از طریق واحدهایی به نام ژن صورت میگیره. به طور کلی در انسان حدود 20,000 ژن وجود داره که وظیفه اونها انتقال خصوصیت‌های پدر و مادر به فرزندانه. آزمایش کاریوتایپ برای تعیین اندازه، شکل و تعداد کروموزوم‌ها در یک سلول انجام میشه. شکل غیر طبیعی کروموزوم‌ها میتونه ناباروری رو ایجاد کنه و یا باعث تشکیل جنین ناهنجار و متعاقب اون سقط مکرر و یا تولد کودکی با معلولیت و یا مشکل ژنتیکی بشه. برای انجام کاریوتایپ و بررسی کروموزومی باید از سلول‌های استفاده بشه که قابلیت رشد و تقسیم سریعی داشته باشن. برای این منظور مناسب‌ترین سلول‌ها سلول‌های سفید خون به ویژه لنفوسیت‌ها هستند. برای تهیه کشت، نمونه خون از ورید گرفته شده و سپس با استفاده از سانتریفیوژ، سلول‌های سفید خون جدا شده و در محیط مناسب کشت داده می‌شوند. بعد از افزودن یک ماده شیمیایی به محیط کشت، تقسیم سلول‌ها متوقف می‌شه تا کروموزوم‌ها قابل مشاهده بشن. متخصصان سیتوژنتیک با بررسی اون میتونن به اشکال‌های کروموزومی و مشکلات ژنتیکی که در زوج وجود داره پی ببرن. خب خیلی ها نگاه میکنن به نسل‌های قبلشون یا در خانواده‌شون، حالا ممکنه یک مشکل یا بیماری ژنتیکی هم وجود داشته باشه، نگران میشن. حتی ممکنه حالا قصد فرزنددار شدن هم نداشته باشن. آقای دکتر، این سوال پیش میاد. ما الان یه آزمایشی داریم که مثلا همه افراد برن این آزمایشو بدن. این آزمایش به طور قطع مشخص کنه اینا مشکل دارن یا ندارن؟ ببینید، این سوال شایعی هست. مردم مراجعه میکنن خیلی زیاد و یه چیزی، حالا نمیدونم به چه دلیل این قصد شده. میخوان زود تکلیفشون مشخص بشه. دقیقاً میگن، ما میگیم شما بفرمایید به چه دلیل مراجعه کردید. میگن همونطوری که شما فرمودید، میگن اومدیم خیالم راحت بشه. بله، اومدیم بله. هر چی لازمه انجام بدیم. واقعیتش اینه که یک چنین چیزی وجود نداره. شروعش همیشه از اون مشاوره است. ببینید، ما بیشتر از 20,000 ژن داریم. این 20,000 ژن 50%شون حداقل در مغز بیان میشن. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از یکی از اون 20,000 تا که شدن مثلا 10,000 تا، در مورد اون 10,000 تا دومیشون واقعا من مطمئن نیستم، اونام ماها اطلاعات نداریم، شاید اونام بیان میشن. هر کدوم از اون 10,000 ژن اگر حتی در یک نقطه از اینها اختلال ایجاد بشه، ما تو بدنمون یه مشکلی ایجاد میشه. در ذهنمون، در توان هوشی و توانایی ذهنمون مشکل ایجاد میشه. بنابراین ظاهر یکیه، ظاهرن. یعنی یکی مراجعه میکنه با مشکل عقب ماندگی ذهنی در اطرافیانش یا در حالا نزدیکترهاش یا در یکم دورترهاش، ولی علت در یکی از اون 10,000 تا ژن باید بررسی بشه. بنابراین تا امروز آزمایشی یا چیزی که بتونه در حقیقت همه فن حریف باشه،
درست. یعنی ما یه تست بدیم همه اون 10,000 تا سوال جواب بده وجود نداشته. یعنی اگه یکی نگران اول باید بره سراغ اون مشاور. دقیقاً باید مشاوره انجام بشه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که حالا متاسفانه آزمایشات ژنتیک در مقایسه با بقیه آزمایشات گران قیمتن و اگر ما کورکورانه آزمایشات رو انجام بدیم مطمئناً ضرر کردیم. یعنی هم مریض بر هستا. ببخشید الان شما گفتید گران قیمته، من دیدم زوجایی که به خاطر همین گران قیمتی انجام نمیدن آزمایشی رو، یعنی من فکر میکنم حالا ایشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. حالا اینا رو هم بحث میکنیم. ببینید ما هر اندازه هم که پولدار باشیم باید پولامون رو درست هزینه کنیم. ما هر اندازه هم پول داشته باشیم نمیتونیم 10,000 تا آزمایش انجام بدیم. بنابراین به یک نفر نیاز داریم که به ما کمک کنه، به ما بگه پله پله که کدوم یک از این آزمایشات رو انجام بدیم، وگرنه هزینه های نامناسب انجام دادیم و به خودمون ضرر زدیم. از اون طرف اون پزشکی یا همکاری که هم بدون رویکرد هوشمندانه به آزمایشات ژنتیک شبیه بقیه تستایی که در پزشکی وجود داره اگر بخوان رفتار کنن، اون هم مطمئنن یا با احتمال خیلی زیاد به نتیجه نمیرسن، چون که شما هیچ وقت نمیتونید بین 10,000 تا سوال مختلف به صورت اتفاقی یکی از جوابا رو پیدا کنید مگر اینکه هوشمندانه بهش رویکرد کنید. بنابراین اگر خلاصه کنیم میگیم که آزمایشات ژنتیک لازمند اما بعد از مشاوره ژنتیک، و گاهن اصلا لازم نیستن اون هم بعد از مشاوره ژنتیک. یعنی بعد از مشاوره ژنتیک در یک تحلیل دقیق شجرنامه، علارغم که بعضی وقتا بعضی معلولیت‌های شدید هم توی خانواده وجود داره، مشاور با یک تحلیل دقیق میتونه بفهمه که علارغم که این زوج نزدیکان مبتلا دارن ولی خودشون در خطر نیستن. برعکس زوجای مراجعه میکنن که ما سالمی، مادر و پدر سالم، خواهر برادر هم سالم و حالا همینجوری اومدیم مشاوره، ولی در عمل توی یه تحلیل دقیق متوجه میشید که اینها در خطرن. بنابراین حالا چکیده همین صحبت ها اینه که مشاوره رو جدی بگیریم و مشاورینی که در هر فیلدی یا در هر قلمروی از پزشکی در اون فیلد عمیق‌تر کار کردن، صاحب تجربه و آموزش دیدن. بنابراین از جمله این فیلدها فیلد یا قلمروی ناباروری است. و شما اشاره کردید به چند گروه که اینا حتما حالا به هر حال آزمایش ژنتیک و مشاوره ژنتیک در اصل براشون ضروری تر هست که حتما باید مشاوره ژنتیک رو انجام بده. دقیقاً. خیلی خب، بخش بعدی رو در برنامه ببینیم. دوباره گفتگومون رو با آقای دکتر غفاری ادامه میدیم. برخی از زوجها به علت وجود نوعی بیماری ارثی توی خانواده و توی فرزندانشون خواستار عدم انتقال اون به فرزندشون هستن. بررسی‌های مولکولی و اختصاصی‌تر در آزمایشگاه سلولی مولکولی صورت می‌گیره. یکی از روش‌هایی که توی آزمایشگاه سلولی مولکولی انجام میشه، آزمایش PCR هست. این آزمایش به علت حساسیت، سرعت و سهولت بالا جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات و تشخیص‌های مولکولی داره. در آزمایش‌های سلولی مولکولی با بررسی ژن‌ها وجود یا عدم وجود بیماری‌ها در اونها مشخص میشه. برای شروع یک بررسی دقیق ژنتیک، خون فرد گرفته میشه. خون در سانتریفیوژ قرار میگیره و با اضافه کردن موادی محلولی استخراج میشه که پروتئین‌ها در کف محلول رسوب میکنه. این مایع حاوی کلاف رشته دی ان ای که با ترکیب نمودن مواد شیمیایی به این شکل در مقابل نور ظاهر میشه. این نقطه غوطه ور در محلول در واقع هزاران کلاف در هم پیچیده از رشته های دی ان ای سلول های فرد مورد آزمایشه. این کلاف به وسیله دستگاه های تحلیلگر ژنتیک پردازش و نتایج برای بررسی پزشک متخصص ژنتیک استخراج میشه. نمودارها داده‌های مورد نیاز پزشک رو برای تشخیص نمایش میدن. چهار حرف G, A, T و C اختصار نام چهار پروتئینه و نحوه قرارگیری و توالی اون در رشته‌های DNA هر فرد منحصر به فرده و گویای ویژگی‌های وراثتی فرده. مثلا این قطعه که الان شما دارید می‌بینید یه ژنی بوده که تکثیر شده، بعد از طریق دستگاه ژنتیک آنالایزر خونده شده.
ما الان داریم اون توالی که این دستگاه خونده در مورد این مریض میبینیم. ببینید این جایی که شما میبینید یه توالی طبیعیه که در مقایسه با یه توالی نرمال تفاوتی نداره. به این منطقه که میرسیم اینجا ما داریم میبینیم که دوتا در واقع پیک روی همدیگه افتادن. قرار بوده که این ناحیه فقط ما یه مولکول گوانین داشته باشیم، یعنی به طور طبیعی تو اون فرد نرمال باید فقط ما یه پیک مشکی میدیدیم، ولی اینجا این مریض میبینید که یه دونه پیک سبز هم روش افتاده. این اصطلاحا تو ژنتیک هتروزایگوت میگن. هتروزایگوت یعنی اینکه دو تا آلری که اون فرد داره هر دو تا نرمال نیستن، یکیش جهش یافته است. این مال یه مریضی بوده که تالاسمی مینور داشته، یعنی به شکل ناقل بیماری تالاسمی بوده. قسمت بالا هم همسر این آقاست، این همسرش هم به همین شکله، یعنی دقیقا تو همین محل همین جهش رو شما دارید در همسرش هم میبینید، یعنی جی تبدیل شده به آ به شکل هتروزیگوت. این زوجین که هر دو ناقل تالاسمی بودن مراجعه کرده بودن برای اینکه تشخیص قبل از تولد بدن برای جنینشون، که توی قسمت بالا شما جنین رو میبینید. ببینید همین توالی بالا داره نشون داده میشه. جنین آلل سالم رو از پدر و هم آلل سالم رو از مادر به ارث برده، در نتیجه جنین کاملا سالمه، یه حتی مثل پدر و مادرش ناقل هم نیست. در 25% موارد ممکنه که جنین به این شکل باشه، یعنی هر دو آلل سالم رو به ارث برده شده یه جنین سالم. در واقع به این شکلی که ما تشخیص میدیم این یه جنینیه که مبتلا به تالاسمی ماژور نیست. با تشخیص هایی که توی این آزمایشگاه صورت میگیره میشه ماهیت دقیق بیماری و نحوه انتقال اون از نسل قبل رو تشخیص داد. بعد از اون با ترکیب روش‌های ژنتیکی با روش‌های جنین شناسی میشه وضعیت جنین رو از نظر سلامت حتی در مرحله قبل از لانه‌گزینی تشخیص داد و از این طریق از تولد کودکان دارای بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کرد. سوالات انقدر تعدادش زیاده که من سعی میکنم حالا مهمتریناش یا اونهایی که بیشتر سوال شده رو در برنامه‌مون مطرح کنم. سوال نظرسنجیمون رو فراموش نکنید. روش‌های لقاح خارج رحمی IVF برای کدام یکی از این موارد کاربرد داره؟ درمان ناباروری، کمک به پیشگیری از معلولیت و تولد نوزاد سالم و هر دو مورد. خب آقای دکتر، حالا خیلی ها ممکنه که اول مشاوره ژنتیک رو انجام ندن، به این صورت برن سراغ مثلا آمنیوسنتز، یه روش تهاجمی که حالا سعی میکنن از طریق مایه دور جنین متوجه بشن که این یک معلولیتی داره یا سالمه. شما نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ ببینید آمنیوسنتز هدفش چیه؟ هدفش اینه که سلول‌هایی رو که متعلق به جنین هستن به ما به دست بیاریم، بعد بررسی ژنتیکی بکنیم. آمنیوسنتز بدون کلید و بدون مشاوره، بدون تشخیص قبلی و بدون راهنمایی قبلی هم دقیقا مثل اون آزمایش اون 10,000 تایی هست که آخرش ما نمیدونیم دنبال چی هستیم. ببینید هیچ تستی وجود نداره که شما آمنیوسنتز یعنی اون نمونه مایه دور جنین رو ما بگیریم، بعد ببریم توی یکی از این دستگاه‌ها که نشون دادن بذاریم، بعد ما تشخیص بدیم بگیم این بچه مشکلش چی هست یا نیست. همیشه قبلش ما باید یک سوال داشته باشیم. درست. یعنی برای مثال در یک خانواده سابقه تالاسمی وجود داره، در یک خانواده سابقه هموفیلی وجود داره، در یک خانواده سابقه ناشنوایی ارثی وجود داره، یا نابینایی ارثی یا هر چیز دیگه. اگر ما در اون جلسه‌های مشاوره و در تحلیل شجرنامه ها یا در آزمایشات غربالگری یک نکته ای رو پیدا کردیم و بهش شک کردیم، برای اینکه اطمینان پیدا کنیم در ابتلا یا اطمینان پیدا کنیم در سلامت، باید بریم اون آمنیوسنتز یا CVS یا نمونه‌گیری رو انجام بدیم. پس نمونه‌گیری کورکورانه و بدون کلید قبلی هیچ کمکی به ما نمی‌کنه. نه تنها کمک نمی‌کنه، بلکه خطر سقط جنین سالم رو هم برای ما به وجود میاره. بله. خودتون میدونید اینا یه تکنیکای تهاجمی هستن. 0.5% تا 1% بین 0.5% تا 1% در بهترین مراکز. اگر اون فرد نمونه گیرنده فرد با تجربه و در حقیقت صاحب سبکی باشه و اون مرکز مجهز و در حقیقت متخصص در این رشته و در این کار، بین 0.5% تا 1%. اگر در جای دیگه باشه که این خطر بیشتره. بله. بنابراین آمنیوسنتز نمونه گیری از جنین لازمه،
در صورتی که به موقع و با درخواست صحیح انجام شده درسته. باشه. درسته. یعنی یه مشکلی وجود داشته باشه و بعد بره. اول قبل از بارداری یا در حین بارداری یک چیزی کشف میشه. با آزمایشات اولیه در مشاوره و در جاهای دیگه ما مطمئن میشیم یا شک قوی پیدا میکنیم. بعد از یک مشاوره دقیق به خانواده که در مورد هزینه‌هاش، در مورد خطراتش، بعده. در مورد فوایدش و در مورد ایرادهاش برای خانواده توضیح داده میشه، در صورتی که زن و شوهر از همه این مزایا و معایب آگاه شدن، آنگاه با راهنمایی مشاور نزد متخصص نمونه‌گیر، در حقیقت اون کسی که صاحب نظر هست در این کار، میره و اون نمونه گرفته میشه و بعد به صورت هدفمند ما اون آزمایش رو انجام میدیم. چقدر در واقع هزینه هایی که به سیستم بهداشت و درمان ما تحمیل میشه کمتر میشه اگه افراد اول برن برای مشاوره ژنتیکی و بعد حالا این آزمایش هایی که خیلی هاش هم گرون قیمته رو انجام بدن؟ آقای دکتر، حالا یه فردی مراجعه میکنه به مشاور و اینا میگن که شما باید برین آزمایشات ژنتیک انجام بدین، این آزمایشات همیشه آزمایش خونه؟ ببینید بیشتر سلول های بدن انسان هسته دارن، یعنی یه هسته درونش هست و این دی ان ای ما همونی که این خانم دکتر نشون دادن، این منحنی ها رو آخرش از توش در میاد، در درون هسته سلول هستن. درسته. پس هر سلولی از بدن انسان که هسته داشت قابل آزمایش هست. خوب. ولی از اونجایی که خون آسون در این بافتی هست که میشه گرفت، مثلا نمیشه تیکه از پوست و کن میشه اگر درست. بکنیم خب میشه آزمایش، ولی مطمئنا آسیب میزنه، دردناک هست و عوارض داره، در حالی که گرفتن خون در پزشکی معمولا در دسترس ترین بافت خونی هست. اگر شدنی باشه از خون، اگر شدنی نباشه از بافتهای دیگر. برای مثال در جنین که شما مثال زدید، جنین رو در جنین، خون جنین رو نباید گرفت. درسته. بعد اون آبی مایعی که از در واقع اطراف جنین هست و بعضی از سلول‌هاش متعلق به جنین هست، اون رو گرفت. خب. پس خانواده‌ها برای آزمایش ژنتیکی در دسترس‌ترین نمونه، نمونه خون هست. خونه. یعنی مراجعه میکنن، خون میدن و بعد این سلول‌ها دی ان ای و ماده ژنتیکی ما در درون اون هست. اگر جهشی یا موتاسیون اصطلاحاً وجود داشته باشه شناسایی میشه. حالا این آزمایشات ژنتیک دو دسته هستن. خب. تو این میان برنامه در حقیقت نشون دادید شما. بعضی از این آزمایشات آزمایشات کروموزومی هستن که اون شکل کروموزوم ها رو نشون دادن. یعنی مثلا اگر فرض کنیم ما یک کتا، اگر فکر کنیم ژنوم انسان، همه ی هستی ژنتیکی انسان رو بگیم ژنوم. درسته. و این رو به یک کتاب بزرگ تشبیه کنیم. این کتاب رو مثلا به 40 فصل تقسیم کنیم، هر فصل این کتاب میشه یک کروموزوم. حالا بعضی از فصل‌ها کلی اطلاعات و کلی ژن. پس یک کتاب هست، کتاب هستی ژنتیکی ما. این کتاب 46 تا یا 23 تا فصل داره. بگیم 46 تا فصل داره. هر فصل نصفش رو از پدر ما گرفتیم. بله. پدرمون اینو نوشته. نصفش رو مادر نوشته. بعد شده فصل اول ما. اسم ژنتیکی این میشه کروموزوم 1، بعد کروموزوم 2، کروموزوم 3، کروموزوم این الاخر. اون تست ها، آزمایشاتی که به صورت کلی این فصل های ژنتیکی ما رو بررسی میکنن، به اینها میگن آزمایشات کروموزومی. دلسته. یعنی فصل 1 ما میشه کروموزوم 1، فصل 2 کروموزوم 2. اینها رو زیر میکروسکوپ به شکل کروموزوم ها، اون شکل های استوانه ای ما میبینیم. ممکنه یکی مثلا کروموزوم اضافه داشته باشه، دقیقاً. جابجایی. اگر یک کتاب باز کنید ببینید فصل 5ش نیست، اون کتاب ناقص میشه. درسته. حالا قبل و بعدش رو میتونید بخونید، ولی در انسان واقعیتش اینه که گاهن نه یک فصل، گاهن حتی یک کلمه ای از یکی از اون قسمت ها میتونه کل معنی زندگی ما رو عوض کنه. درسته. و در شکل کروموزومی بیماری های عمده تر ایجاد میکنن، در شکل مولکولی که مولکولی میشه کلمات در حقیقت اون کتاب، که حالا اون هر کلمه میتونه تو یکی از این بخش ها یا اون چپترها وجود داشته باشه. بنابراین آزمایشات ژنتیکی یا کروموزومی هن، یعنی بزرگن، و یا مولکولی هن که نقطه هن. اون تصویری که نشون داده شد از این تحلیل مربوط به تالسمی نشون دادن، اون یک تحلیل مولکولی بود، ولی اونجایی که میکروسکوپ رو نشون دادن و کروموزوم ها رو درشت‌تر نشون دادن، یه آزمایش کروموزوم بود. حالا آقای دکتر، میرسیم به یه جای در واقع مهم ماجرا، این که خیلی خوب اصلا یه زوج رفت مشاوره، بعد گفتن بعد آزمایش بدی، آزمایش داد و الان یه مشکلی تشخیص داده شد. حالا الان شما میتونید چیکار کنید؟ بالاخره این مشکل ژنتیکی هست،
چه کاری در واقع برای حالا درمان یا برای مشاوره و مراحل بعدی میشه انجام بشه؟ ببینید در حالت طبیعی، یعنی در عالم خیلی طبیعی و بدون مداخله، آدم ها دقیقا جنین ها قراره به دنیا بیان. اگر که پدر و مادر خیلی مشکل داشته باشن، اصلا جنینی تشکیل نمیشه و بنابراین اون افراد در تعاریف ما نابارور میشه. بله. حالا فرض کنید جنینی تشکیل شد، در حالت طبیعی جنین هایی که خیلی مشکل دارن چی میشن؟ سخت میشن. بله. چرا سخت شدن؟ به دلایلی که حالا بیشتر بعداً جزئیات توضیح میدیم، جابجایی ها و چیزهای دیگه. یعنی گفتیم که یکی از دلایل سخت های مکرر همین مشکلات ژنتیکی میتونه باشه. خب فرض کنید یک زوجی، آیا اگر مشکل ژنتیکی دارن و دارن سخت میکنن، آیا قراره تا آخر عمرشون سخت کنن؟ نه. یعنی یه راه حل اینجا نه، اصلا به صورت طبیعی قراره اینا هی باردار بشن. اگر ژنتیک نبود، اگر علم پزشکی امروز نبود، درست، و اگر عمر آدمام خیلی طولانی بود، اینها اینقدر باردار می شدن که نهایتاً از 8-9 تا سختشون یه دونش یه بچه یا معلول و یا یه بچه سالم به دنیا می بودن. این اتفاق طبیعی هست که در زندگی انسان می افته. بنابراین شما خانواده هایی رو مشاهده می کنید که بعد از 6 تا 7 تا 5 تا 2 تا سخت یه دونه بچه سالم میاره یا نه، یه دونه بچه معلول میاره یا یه بچه میاره که بعداً در نسل بعد خودش سخت خواهد کرد. بله. این حالت طبیعی هست. درسته. اینجا نقش ما چی میشه؟ شبیه یک، حالا مثال بزنیم، شبیه یک فردی هست که مثلا 20 تا 100 تا توپ بسکتبال داره و یه دونه حالا سبد بسکتبال. بله. هی اینا رو میندازه، آخرش یکی شانسی گل میشه، مابقی هم گل نمیشن. در عالم حالت طبیعی هم همینه. ولی ماها مطمئناً به تعداد بی‌نهایت توپ نداریم، چون که به تعداد بی‌نهایت عمر نداریم. درست. طول دوران باروری ما بی‌نهایت نیست، چه زن و چه مرد بیشتر. بنابراین مثلا منتظر باشیم 50 تا مثلا بارداری یا سخت انجام بشه. و آزمایش هم مجانی نیست، مطمئناً سخت آسیب میزنه به مادر، هم استرس وارد میکنه از نظر روحی و از نظر روحی و از نظر هزینه ها، از نظر ارتباط خانواده و خیلی چیزا دیگه. نقشی که ژنتیک داره اینه که میاد میگه که حتی اگر یک خانومی هست که خیلی از دوران سن تولید مثلش گذشته، یعنی به جایی که یک خانم مثلا 20 چند ساله باشه، خوب، در آستانه 40 سالگیه، انگار تعداد اون توپام کم شده. دیگه فرصت اینی که باز از نو آزمایش رو خطا بکنه نداره. وظیفه و فرصتی که ژنتیک به این میده اینه که اول این انگار این توپ رو با دستاش میگیره و هدایتش میکنه که اینو کمکش میکنه که انگار اون مثال در حقیقت تشخیص ژنتیکی قبل از رانگزینی رو که گفتن همینه. یعنی ما بین اون جنین هایی که تولید میشه با روش های کمک باروری، در بین اون جنین ها بررسی ژنتیکی میکنی و اون جنین مبتلا رو کنار میگذاری و جنینی رو که سالم هست و هم از نظر ژنتیکی سالم است و قرار نیست سخت بشه، اون رو انتخاب میکنی دقیقاً، و فرصت رو انگار مسیر رو به شکل میانبر و کمکی به خانواده این فرصت داده میشه که بتونه بارور باشه، بتونه باردار بشه و بتونه بچه سالم داشته باشه. برای آقایون هم همین کار انجام میشه، یعنی کسانی که اسپرمشون مشکل داره شما دوباره میان یه در واقع تداخل رو انجام میدید. ببینید این مثالی که زدیم اتفاقا حالا متاسفانه تا همین اخیر همیشه اگه یک سقط مکرر اتفاق میافتاد، همه میرفتن خانم و هی آزمایش های مختلف براش انجام میدادن. ولی یادمون باشه که این مثال هایی که من گفتم توی جابجایی های کروموزومی، زن و مرد به میزان مساوی امکان این اتفاق براشون وجود داره. یعنی مردی هست که جابجایی کروموزومی داره ولی خانمش سخت میکنه طبیعتاً. چرا؟ چون که جنین غیر طبیعی از این جابجایی تشکیل میشه و یا منجر به اصلا ناباروری میشه و یا منجر به سقط مکرر میشه و گاهن منجر به تولد بچه های معلول میشه. و این ناباروری تقصیر آقاست در اصل، تقصیر حالا من ما اصطلاح تقصیر رو به کار نمیبریم، میگیم که از اون سمت آمده و در هر حال مردانه درش تخیل بود. آم... دقیقاً بهتر باشه. لفظ درستش اینه. و اتفاقا در هر حالت چه از سمت زن و چه از سمت مرد اینو انتقال صورت گرفته باشه، ما زمانی که این رو تشخیص میدیم به نظر من یک اتفاق خوشاینده برای خانواده، چون که علت مشکلشون پیدا شده و میشه بهشون کمک کرد.
یعنی در حقیقت یک شعاری هست شما آخر برنامه میدید میگید پایان راه نیست، واقعا این پایان راه نیست. این تشخیص شروع یک راهی است که میشه بهشون کمک کرد و حالا صاحب اولاد بشن. پس اینجاست که آقای دکتر از روشایی مثل آی وی اف و میکرو اینجکشن و اینها استفاده میشه که در واقع اون هدایت بشه دقیقا. اون مسیر درست طی بشه دیگه. دقیقا. آقای دکتر الان در کشور ما چه بیماری‌های ژنتیکی بیشتره؟ ما آمار درستی داریم؟ خوشبختانه به تدریج در طی سال‌هایی که گذشته به شکل هدفمند این اطلاعات ذخیره شده و آرشیو شده و ما اطلاعات داریم. بله ببینید، ما در مورد بیماری‌های کروموزومی تفاوت محسوسی بین بیماری‌های کروموزومی در کشور ما و در کشورهای دیگه در دنیا وجود نداره. انتظارم همین بوده. مثلا سندروم داون، بیماری‌های جابجایی‌های کروموزومی، حذف‌ها، اضافه شدگی‌ها، اینها در کشور ما مشابه آمار جهانی است. مثلا جابجایی کروموزومی یک چیز بوده 1 در 500 هست، سندروم داون 1 700 1 800 هست. یه چیز بالاتری نداریم نسبت. ببینید بیماری‌های کروموزومی چون که ژنتیکی هستن اما ارثی نیستن. فرق این دوتا چیه؟ یعنی یک چیزی کم یا زیاد شده ولی ما این کم یا زیاد از پدر یا مادرمون نگرفتیم. یعنی اگر یکی سندروم داون هست، پدر یا مادرش که داون نبودن که شد داون شده. تغییراتی که اتفاق افتاده که در طی تولید مثل در زمان تخمک گذاری یا در زمان حالا پروسه نمو تخمک یا اسپرم اتفاق افتاده یا اینکه بعد از تشکیل جنین، اینا بیماری‌های کروموزومی هستن و این رو در کشور ما و در دنیا متفاوت نیست. ولی یه سری بیماری‌ها هستن که بیماری‌های تک‌ژنی هستن. بیماری‌های تک‌ژنی که در اون آزمایشگاه مولکولی تشخیص داده میشه، اینها دو دسته هستن، یا بیماری‌های مغلوبن یا غالب. بیماری‌های مغلوب همونایی که در تبلیغات قبلا بیشتر گفته می‌شد، ازدواج‌های فامیلی و اینها در قسمت‌های از کشور یا در اماکن و در جاهایی که ازدواج‌های فامیلی بیشتر هست ما اینها رو بیشتر می‌بینیم. بدونید که ما واقعا به صورت کلی در کشورمون حدوداً، حالا آمار شاید اخیراً یکم تغییر کرده باشه ولی همین حدود است، یه چیزی 40% ازدواج فامیلی هست. بنابراین در مقایسه با کشورهایی که ازدواج فامیلی درشون کمتر است، ما این بیماری‌ها رو بیشتر داریم. مثال یکیش که همه میشناسن بیماری تالاسمی بوده. خوشبختانه به اون برنامه کشوری تالاسمی خیلی بهتر شده چون که غربالگری میشه، مراقبت میشه، خانواده‌ها آگاه شدن، خانم‌ها، دخترامون، دختر جوانم اینا تحصیل کرده تر شدن بعد از ازدواجشون مراقبن. بنابراین اینها حتی اگر فامیلی هم ازدواج میکنن با مراقبت لازم میرن اون رو پیشگیری میکنن. یه بیماری دیگه که ما اخیراً توی تحقیقات پیدا کردیم واقعا خیلی شایع بعد بهش مراقبش بود، بیماری SMA هست. بیماری هست که یک مشکل حرکتی میده، چندین نوع داره. بعضی هاش در حقیقت همون اوائل بعد از تولد منجر به حتی مرگ میشه، بعضی از اونها منجر به مشکل حرکتی و فلج و چیزهای دیگه میشه. اینا به نظر میرسه که اینم حاصل ازدواج فامیلی هست. ولی حالا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که پس ما در کشورمون بیماری‌های کروموزومی رو شایع‌تر از جای دیگه نداریم ولی نیازمند مراقبت هستن. بیماری‌های ارثی مغلوب که حاصل ازدواج فامیلی هستن شایع‌تر داریم اما خوشبختانه با ابزارها و روش‌های جدید ژنتیکی حتی اگر ازدواج فامیلی هم صورت بگیره ما میتونیم اینها رو مراقبت کنیم. پس اگر زوجی ازدواج فامیلی انجام دادن، توصیه میکنیم قبل از اینکه اقدام به بارداری بکنن یک مشاوره ژنتیک حتما انجام. خیلی متشکر آقای دکتر غفاری. و بریم سراغ سوال نظرسنجی، روش های لقاح خارج رحمی یا IVF برای کدام یکی از این موارد کاربرد داره؟ درمان ناباروری، کمک به پیشگیری از معلولیت و تولد نوزاد سالم، هر دو مورد. پس آقای دکتر با توضیحات شما دیگه گزینه 3 درسته دیگه، یعنی در هر دو مورد تأثیرگذار هست. خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری از حضورتون در برنامه و ممنونم از همه شما که بیننده برنامه ما بودید. مشاوره ژنتیک رو فراموش نکنید. اگر مشکلی تشخیص داده بشه حتما پزشکان و متخصصان در مراکز معتبر ناباروری میتونن راههایی رو به شما پیشنهاد بدن که انشالله با طی مسیر کوتاه و به زودی به سرانجام برسید، طعم شیرین فرزنددار شدن رو هم بچشید. ممنونم از همه شما. اینجا پایان راه نیست، پایان ناباروری است. شب بر همتون خوش و خدا نگهدار.